وقتتون بخیر. بختیار پیرخزی هستم. این برنامه یه ساعت امشب تلویزیون پرتو خدمتون تقدیم میکنم. برنامه امشبمون شامل دو بخشه. در بخش اول نگاهی خواهیم انداخت به اوضاع احوال ایران در آستانه انتخابات. این موضوع رو با خالد حاج محمدی در میون میذاریم و بخش دوم اسد گلچینی رو در استودیو با خودمون داریم و در مورد سندیکای واکنش هایی که نسبت به اطلاعیه سندیکای شرکت واحد نشون داده شده بحث خواهیم داشت و بحث دیگمون رو با اسد گلچینی همچنین داریم در مورد حداقل تعیین دستمزدها. با ما باشید. خالد حاج محمدی خوش اومدید. مرسی، خیلی ممنون. انتخابات، فضای انتخابات، تنش هایی که بین جناح‌های جمهوری اسلامی در جریان تو هفته‌های اخیر خیلی به اوج خودش رسید و شاهد بودیم که احمدی نژاد در مجلس افشاگری کرد، فیلمی و ویدئویی رو به اصطلاح منتشر کرد از برادر علی لاریجانی، فاضل لاریجانی، با مرتضوی رئیس معاون دادستان کل کشور، معاون سابق و سرپرست تامین اجتماعی، و از این ور لاریجانی، صادق لاریجانی، برادر همین علی لاریجانی، گفته که احمدی نژاد جرم بزرگی رو مرتکب شده و ما هم میتونیم افشاگری کنیم و افشاگری میکنیم، ولی الان سکوت میکنیم به خاطر منافع نظام و به خاطر منافع ملت. و همچنان که هم امام گفته، هم جدیدن هم خامنه ای سه چهار هفته پیش تو نماز جمعه گفت که خیانت میکنه هر کی که قبل انتخابات به اصطلاح رو در روی هم واستن و اینا. به طرفداران احمدی نژاد در مراسم روز 22 بهمن در قم بهش حمله کردن، به علی لاریجانی، بادیگارداش گویا جمع جورش کردن بودن. به هر حال خیلی مثل هر 4 سال یه بار که انتخابات میشه قبلش اینطوری فضا رو آلوده میکنن، مشتبونی میکنن، این بامولنگ بازی رو در میارن. واقعا چقدر واقعیه این دعوا؟ واقعا آیا اصلا واقعیه یا فقط مردم رو سرگرم میکنن که دوباره بخشی از مردم رو بیارن پای صندوق انتخابات؟ ببینید، دعواها تو جمهوری اسلامی و از جمله تو انتخاباتش به طور واقعی هیچ وقت نمایش نبوده به اون اعتباری که معمولا میگن نمایش، یا نمیدونم اینا جنگ زرگریه. کاری به بروزاتش ندارم. لابد خب بروزاتش از جمله به اینجا کشیده شده که احمدی نژاد جناح دیگر رو، برادران لاریجانی رو افشا کنه، یا متقابلا اونا تهدید کنن که احمدی نژاد رو افشا خواهیم کرد. اینا شکل بروزات مقاطع مختلف به جدان ها و کشمکش ها و دهن به دهن شدن همو نشون میده. ولی جنگ دعوای واقعی اختلافات جناح‌های جمهوری اسلامی همیشه تو موقع انتخابات خب بروز پیدا میکنه و تو دنیا اینجوری به معنای تو تمام کشورها وقتی که انتخابات همه جناح‌ها و نمایندگان بخش‌های مختلف سرمایه خب جدال میکنن، توجه میکنن، تلاش میکنن در مقابل جامعه توجه کارگر و مردم رو به خودشون جلب کنن و نیرو جلب کنن حول راحل های خودشون، حول اهدافی که بیان میکنند. و هر جناحی همیشه سعی میکنه که منافع خودش و استراتژی خودش یا پلتفرم سیاسی خودش، اقتصادی خودش رو به عنوان منفعت جامعه در تقابل با سایر جریانات درگیر یا بخش های دیگه درگیر تو جنگ قدرت سیاسی تو بعد از انتخابات تلاش میکنه بیشتر توجه مردم رو به خودش جلب میکنه. و این کشمکش ها همیشه تو جمهوری اسلامی به 1001 دلیل که همیشه طرح کردیم تو مقاطع مختلف شدت پیدا کرده. دعوا قدیمیه، از روزی که الان سوالاتی که الان هر که مطرح میکنی، از سوالاتی که رومیز جمهوری اسلامی هست، به طور واقعی تو تمام تاریخ جمهوری اسلامی رومیزش بوده. سوالات واقعی که در مقابل سرمایه هست و احمدی نژاد یا برادران لاریجانی یا قبلا خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، تمام اینا اینجوری نیست عناصر و مهره های سیاهی هستن که سیاه هستن، بحثم این نیست. ولی
نماینده بخشای مختلف سرمایان و جنگ و جدل رو تأمین منافع سرمایه تو قدرت جامعه ایران و راه حل هایی که هر که ارائه میده سر ایناست. الان تو کل پروسه هایی که طی شده از دوره سازندگی رفسنجانی، دوره چیز اصلاحات و مسئله خاتمی، دوره احمدی نژاد، الان اصل 44 و آزاد سازی، آزاد کردن دست سرمایه، و الان به طور واقعی اومده سر این که حداقل یه جناح تاریخا از جمهوری اسلامی و الان به طور روشن جناحی که به با احمدی نژاد تداعی میشه مشخصا سر کوتاه کردن دست ولی فقیه تو قدرت سیاسی و تو دخالت تو امورات دولت و جامعه جزء مسائلی که مورد اختلاف هستش. اما تمام اینا بیان منافع بخشای مختلف سرمایه تو ایران هست واسه اینکه احساس امنیت کنه، امنیت بده به سرمایه، سوددهیشو ببره بالا، تضمین ادامه کاری سرمایه و جلب توجه سرمایه به جامعه ایران و مد نظره، و هر که واسه این راه حل خودشو داره، و از جمله جناح‌های حداقل جناحایی که تو اصولگرایان است که برادران لاریجانی یا خود احمدی نژاد، الان جنگ و دعوا به این سطح کشیده شده، اصلاحات به یه درجه زیادی به طور واقعی حاشیه‌ای‌تر شده. شما اشاره کردی به دوره های قبل، دوره سازندگی رفسنجانی، اصلاحات خاتمی و احمدی نژاد. الان میبینیم، گفتم همچنان که اول خیلی تنش ها زیاد شده، دستگیری ها زیاد شده، رو چند نفر نزدیک 15 نفر روزنامه نگارا رو گرفتن، چند روز پیش ریختن دوباره به خونه موسوی و دختراش رو دستگیر کردن، آزادشون کردن، البته کروبی و نمیدونم، فرقی نداره واقعا این دوره با دوره های قبل؟ ببینید سوالات به طور واقعی سوالات دوره قبلیه، کاری ندارن، بینید آدم ها و نرم یا تم هایی که برمیدارن جواب به همون نیاز اصلیه، عبور جمهوری اسلامی و از این مراحل و برداشتن موانع رشد سرمایه تو جامعه ایران. بین الان تو 20 سال گذشته تحولات عظیمی تو جامعه ایران صورت گرفته، الان تا جایی که میگن ایران 18 کشور اقتصاد دنیا رو داره، یعنی میدونن تو خاورمیانه یکی از کشورهای صنعتی دنیا است، میزان رشد سرمایه تو الان جمهوری اسلامی با نه تنها زمان شاه که اصلا مطلقا قابل مقایسه نیست، با 20 سال قبلش قابل مقایسه نیست، و این طیف وسیعی سرمایه دارن تو اقتصاد ایران دست دارن، نسبتا طیف خیلی وسیع هستن که میگم مطلقا رژیم شاه به گرد پای الان جمهوری اسلامی و دخالت و داشتن قدرت تو اقتصاد ایران از طرف بخشهای مختلف سرمایه قابل قیاس نیست، و جنگ سر این که بخش وسیعی سرمایه که تو اقتصاد این جامعه دست داره، تولیدات این جامعه بر حال ازش سرمایه کسب میکنه، و اینکه تو همچین جامعه ای باید تناقض جدی روبرو بوده هست که تاریخاً بوده، ولن جنگ روشه، اونم که قدرت وسیع یا طیف وسیعی که تو اقتصاد دست دارن میخوان تو سیاست هم قدرت داشته باشن. نمیشه تو همچین جامعه ای با 70 میلیون نفر سر اینکه میزان سود چقدر هست یا نه کسی از اون بالا بتونه حکم بده، فتوا بده، که نقشیه که خامنه ای داره تلاش کرده جمهوری اسلامی اینو به مرور زمان بکاهه. الان شعارهایی که احمدی نژاد برداشته میگم شعارهای قدیمی تر هست، برداشتن موانع دست و پاگیر مذهب که مانع رشد سرمایه، فشارهای فرهنگی و مذهبی اینا، ولی تو دوره اخیر عجب بخوام بگم فرقی که داره به طور واقعی با جسارت دیگه احمدی نژاد همین مسائل رو مطرح کرده و در یه موقعیت دیگه همین مسائل رو مطرح کرده، طرحی که دوره اخیر پیش برده یا بحثی که الان احمدی نژاد میکنه، خامنه این بحثا رو کرده، رفسنجانی به یه درجه این کرده، کل جنبش سبز ببخشید جنبش سبز با رؤساش با چپ و راستش تو این دایره میچرخید، این پرچم الان دست اینه، و میگم همچنان که خیلی ها میگن احمدی نژاد با جسارت بیشتری مسائلی که الان مطرح میکنه رکتر، گسکنده‌تر و صریح‌تر
دیگران جرأت نمیکردن چیز بگن. نکته که میگی سر دستگیری ها، یعنی تمام من فکر میکنم خیلی عیانه، سرمایه تو ایران و نمایندگانش هوشیاره، منافع خودش رو خیلی تشخیص میده، اینجور نیست نادان هستن، نادان نیستن. 30 ساله جامعه 70 میلیون نفری با یه اقتصاد وسیع و به حال پیش میبرن، رأسش قرار گرفتن، در نتیجه هوشیارن، هوشیارن و همه بلا استثناء آینده جمهوری اسلامی، حفظ جمهوری اسلامی و حفظ بورژوازی و حاکمیت بورژوازی واسهشون مهم هست. با این وسط تو خیلی از مقاطع مگه منتظری رو همین مشکلات رفته و منتظری پیش، مگه سران جنبش سبز مگه چی بودن؟ بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودن، ولی میگم تو منافعشون و تو مقاطعی که جدال دارن با هم ممکنه این از اون دستگیر کنه، خونه اون یکی بریزن، ولی از این وسیعتر خب تو فضای انتخاباتی یه نگرانی جدی دارن، از این مسئله دیگه فضای انتخاباتی یه نگرانی جدی دیگه دارن، اونه این که تو این فضا تو موقعیتی که بالایی ها دارن با هم جنگ میکنن و با محرومیتی که هست، فقری که هست، نگرانی از ریختن مردم به خیابان یا به قول خودشون اختشاشات پیش بیاد، گشنگان بریزن تو خیابان، اینا نگرانی هایی که همیشه هست، مواظبش هستن، در این حال سعی میکنن فضای امنیتی ایجاد کنن، دستگیری ها که صداش بلند کنه میگیرن، به جیر ببند ها، همیشه تو پروسه انتخابات یه جنبه از کارشون واسه زهر چشم گرفتن از کل جامعه بوده و این کار همیشه در دستورشون است. سوای اشاره‌ای که شما کردی به این که احمدی نژاد خیلی عیان به قول شما ناسیونالیسم ایرانیشو میگه، دفاع میکنه از مسائل فرهنگی اینا رو به کنار، خیلی واضح میگه که من از طبقه کارگر دفاع از کارگر دفاع میکنم، کارگر پناهی، اصلا یکی از شعارهایی که شما اشاره کردی اینم توشه دیگه، کارگر پناهی احمدی نژاد. از این ور میاد قانون کار رو عوض میکنه، این تناقضا رو، یا اصلا چه فرقی هست بین این جناها؟ این ور میاد از کارگر دفاع میکنه و اینطوری مثلا خودش باز چه فرقی میبینید؟ تفاوت جناها رو خب به درجه گفتم اصلاحات الان و فکر کنم خیلی بحث چیز طولانی تر است، ولی من فکر میکنم تناقض نیست. ببینید از یه سر میتونی بگی تناقض است، دفاع از کارگر و دولت جمهوری اسلامی و احمدی نژاد و هر کدومشون چرا تی به هم دارن؟ بورژوازی تو تمام دنیا و از جمله تو ایران و همه شخصیتاش همیشه تلاش کرده به عنوان نماینده کل جامعه ظاهر بشه، یا سعی کرده منافع بورژوازی رو به عنوان منفعت عموم جامعه قلمداد کنه. این جزو دادهای خیلی طبیعی بورژوازی به خودشون نماینده جامعه میمون قلم داد میکنه و سعی میکنه، هیچ بورژوایی نمیاد بگه من ضد کارگرم، میخوام بر گرده کارگر با محرومیت و فقر به طبقه کارگر سرمایه رو رشد بدم. به طور واقعی همه دارن این کارو میکنن، ولی خب به نام دفاع از کارگر، به نام اینکه اگه خب اقتصاد رشد نکنه، سرمایه رشد نکنه، کارگر نون نداره، بیکاری زیاد میشه، همه تحت این نوا. این میگم این کلشون همین کار میکنن، زبان بیان منافع بورژوازی به عنوان منفعت کارگر. چرا این کارو میکنن؟ واسه اینکه وزن طبقه کارگر رو تو این جامعه میدونن، واسه اینکه رضایت کارگر رو، رضایت نه اینکه کارگر خانه استثمار خودش باشه، رضایت کارگر به این که دنیا اینه، نمیتونی کار بیشتری بکنه، تونسته واقعا، یعنی به نظر من یارانه ها با این ببین به نظر من تو هیچ جامعه نارضایتی صرف نمیشه چیزی، ولی تو هیچ جامعه بورژوایی امروز و تو جامعه ایران با چند میلیون پرولتریای صنعتی که میگم جزو شاید پرولتری ترین جامعه بورژوایی تو خاورمیانه باشه، بدون رضایت طبقه کارگر، بدون قناعت کردن بهش، تمکین کردن به طبقه کارگر که با درش کنن سکوت کنه و قانع بشه، هیچ حکومت بورژوایی نمیتونه یه روز سر کار بمونه، اینو تحمیل میکنه. و در این حال ببینیم مردم امکانگرا هستن، الان تبلیغاتی که راه میاندازی در نبود قطب کارگری که در مقابل اینا بجی آقا شما همتون 30 ساله و چند صد ساله نسل اندر نسل ما رو استثمار میکنی به عنوان دفاع از نماینده جامعه و دفاع از مردم، تو این جامعه روزانه میلیاردها میلیارد دلار سود حاصل از دسترنج ما رو یه مش بورژوا دارن میخورن،
و همه تون ربطی به منافع ما نداری. میگم اگه قطبی نباشه در مقابلش، چه یک قطب کارگری و کمونیستی که تو این وضعیت از کارگر دفاع کنه، افق کارگریشو در مقابل جامعه بده و توجه جامعه، توجه طبقه شو به خودش جلب کنه، که بجه جدا از این دشمنانی که الان با همسر سهم هرچه دارن جنگ میکنن، یا راه دیگری هست، یا راه سومی هست، نجات جامعه، نجات طبقه کارگر، این راه سوسیالیسم، مطالبات و منافع کارگر و جمع کردن دور این است. اگه این نباشه، بخوای نخوای مردم امکانگرا هستن، میگن نگاه میکنه، میگه با احمد نژاد لااقل یارانه رو بهم میده، اون یکی قطع میکنه، انتخاب میکنه. یعنی منظور اینه که مردم هم نقش دارن تو انتخابات. ببینید مردم نقش دارن تو انتخابات به معنای مردم. تمام تلاش و تبلیغات انتخاباتی یه بخش واسه اینکه مردم به عنوان سیاه لشکر تو خدمت این جناح یا اون جناح بورژوازی به کار گرفته بشه و تحت تاثیر میذاره. مگه جنبش سبز کم بودن از جوانانی که، از مردمی که اثر به امید اینکه جمهوری اسلامی لطمه ای بخوره، شکافی ایجاد بشه، شدن سرباز جنبشی که سرتاپا ارتجاعی بود. مگه تو همون دوره همین شعارهایی که احمدی نژاد میداد و سران جنبش سبز رو به عنوان بورژواهایی که پول دارن تو اون مملکت تبلیغاتی که میکرد، مگه کم تونست تو اقشار پایین جامعه، تو مناطق زحمتکش روستایی توجهشون جلب کنه و فکر کنن میان اینا بالاخره این یکی بیشتر طرفداری از میکنه؟ میگم اگه خود به دیگه شکل نگیده، بخشی از مردم، بخشی از طبقه کارگر به طور قطع توجه جلب میکنه، امکانگرا میشه، بین دو جناح میگه میگرده ببینم کدومشون درجه استثمارش کمتره یا کدومشون امکان بیشتری میده و بهش چیز میکنه. ولی به قول شما احمدی نژاد این شعارا رو میده، ولی قانونکارش این مگه سوبسیدا رو تو همین سوبسیدا از زمانش رو میز بورژوازی ایران آرزو میکردن موقعیتی پیش بیاد بتونن سوبسیدا رو بزنن. احمدی نژاد با طرح یارانه واسه اینکه مردم طغیان نکرد همین پروژه رو تو سریع پیش برد و مردم هم به خاک سیانشون. درست. این به نقش مردم شما اشاره کردی، این وسط طبقه کارگر چی میتونن اصلا چه نفعی میبرن طبقه کارگر از این قضایا، یا این وسط طبقه کارگر چجوری میتونه اصلا یه نقشی ایفا کنه خودش رو از این مهلکه‌ای که از این بامبولک بازی و از این مشتبونیایی که به هر حال قبل انتخابات هست خودش رو به هر حال نقشی داشته باشه و بتونه صف خودش رو جدا کنه؟ ببینید دوره که الان بحث انتخابات هست، خودت تو صحبتت اشاره کردی که چه جدالی، چه افشاگری های علیه هم دیگر دارن میکنن. سران و آدمای اصلی بنیانگذار جمهوری اسلامی هر کدوم دارن یه گوشه کوچک تو چارچوبه نظام، وقتی که پارو دم هم میذارن یه گوشه کوچک از قصاوتی که دارن میکنن، دزدیایی که دارن میکنن، علیه هم دیگر افشا میکنن، یه گوشه بسیار بسیار برحال کوچک از اینو افشا. تو این موقعیت و تو این وضعیت که اون بالا اینجوره، دلیلی نداره. فرجه ایجاد میشه، یا فضایی باج میشه، یا مشروعیتی ایجاد میشه واسه من و تو، کارگر ایران خودرو و کارگر پتروشیمی و نفت و ذوب آهن و ماشین سازی ها و سایبا. فرجه ایجاد میکنه همه دنیا دارن سر انتخابات صحبت میکنن، از بیت رهبری تا حوزه علمیه، از آقای احمدی نژاد تا بخشی از اپوزیسیون، از ولی غربی تا هرچه، تا مراکز اطلاعات و همه. فرجه ایجاد میشه که تو این فرصت کارگرم میتونه، فعال کارگری، کارگر کمونیست هم میتونه هم طبقه خودشو، رفقای خودشو تو محل کارش، تو کارخونه که دوره هم جمع میشن، تو جایی که 24 ساعته در دورنج همدیگه رو شاهد هستن، جمع کنه بگه من خواهان اینم، مطالبات منم اینه. اگه آقای احمدی نژاد میخواد فلان طرحو پیش ببره و از اون طرف اون جناح دیگه برنامه خودشو پیش میبره، جناح اصلاحات میگه باید منو آزادی به من بدید تا محدودیت ها رو بردارید که منم بتونم شرکت کنم، خب هر کارگری میتونه. مشروعیتی میده به تجمع کارگری، به جمع شدن کارگرها واسه اینکه اونا مطالبات خودشون رو پیش برن، واسه اینکه امکانی میده به فعال کمونیست، به کارگر و رهبر دلسوز کارگری که تلاش کنه
رفقاش هم طبقیاش نشن نیروی ذخیره دشمنان طبقاتیمون، نشن نیروی ذخیره آقای احمدی نژاد، برادران لاریجانی، جناح اصلاحات یا شخص خاتمی، یا نشن دنبالچه پروژه‌ای که غرب در ایران دفاع میکنه، اپوزیسیونی که امیدش به دخالت غرب بسته، کارگر درجه از اتحاد خودآگاهی تو خودش شکل به اتحاد حول مطالبات کارگری، حول مسائلی که کارگر تو جامعه دنبال میکنه، حول رهبران و فعالین خوشبین و روشن بینش که افق کارگری رو در مقابل جامعه بگه، جدا از این راحل ما کارگرانم این است، ما کارگرانم خواهان این هستیم. و این اون چیزیه که اگه نباشه، اگه شکل نگیره، طبیعتا بخش وسیعی از طبقه ما رو اینا میانه خودشون تحت تاثیر قرار میدن، دنبال خود میکشونن، ولی اینم یه راه هست و این راه رو دوش کمونیست هست، رو دوش فعالین دلسوز طبقه کارگر رو رهبرانشه. انتخابات و این جدالا فرجه ایجاد میکنه که شما بتونی بحث خودتو بکنی، اگه همه میتونن چرا من نمیتونم از منافع خودمو طرح کنم، خاصه مطالبات خودمو طرح کنم. ما 3-4 دقیقه وقت داریم و سوالات زیادی من داریم. شما بساتون اشاره کردی به دول غربی، به اپوزیسیون ایرانی و اینا، همه به هر حال سوال رومیست که نظرات اپوزیسیون چیه هستن، ولی این وسط غرب چی؟ غرب 3-4 دقیقه اگه بتونی. ببین پروژه ما، ببخشید، میبینیم تو رسانه‌های وی او ای، بی بی سی، رسانه‌های به هر حال غربی، سران جنبش سبز دارن تو همین قبل میارن و به هر حال باشون مصاحبه میکنن، میان تو تلویزیون و اینا. ببینید دولت غرب همچنان که آقای احمدی نژاد به نام دفاع از کارگر میاد گلوی کارگر رو میفشاره، دول غربی هم منافع خودشون و تأمین منافع و دنبال کردن منافعشون تو کل خاورمیانه و تو جامعه ایران به عنوان منافع مردم، دخالت بشر دوستانه، حقوق بشر و دموکراسی اینا طرح میکنن. دول غربی هم دنبال منافع خودشونن. تو این پروسه، تو این وضعیت، با دولت غربی، با همه جناحای سرمایه و رؤسای جمهوری اسلامی، هم غم همه اینه که این پروسه یه جور پیش بره که کارگر نیاد میدان و دخالت امید به دخالت طبقه کارگر رو قیچی کنن. این امر مشترک همشون، به این اعتبار همه از کارگر و انقلاب کارگر و اتحاد کارگر به اندازه میترسن و به اندازه دشمن هستن، ولی غرب تو بطن این تحولات جامعه ایران دنبال منافع خودشه. خاورمیانه یه بار دیگه تقسیم مجدد خاورمیانه و نقش قدرت‌های امپریالیستی توش باز شده. ایران یکی از کانونهای این جداله و یکی از کانونهای در این حال یک کشور مهم و استقلال جشیه تو این منطقه با یک کشور بزرگ صنعتی. ایران دنبال منافع خود، ببخشید، غرب هم دنبال منافع خودشه. تهدیدهای نظامی، تحریمهایی که فلاکت مردم به خاک سیاه کشیدن، کلش پروژه‌ایه که غرب تلاش میکنه با اینا و با اپوزیسیونی که امید بسته به دخالت غرب اهرم فشاری باشه رو جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی گردن بنهه به غرب و به شرطی که غرب میذاره، تمکین کنه در مقابل غرب. غرب دنبال منافع خودشه، ولی منافع خودش مثل آقای خامنه ای و احمدی نژاد و رفسنجانی و بقیه و جنبش سبز به عنوان منافع عمومی جامعه اعلام میکنه. ویلا مگه غرب چه تاج گلی رو سر جامعه عراق گذاشت؟ تو همسایگی ما لیبی رو مگه نقش غرب چه بود؟ و سوریه رو توحشی و راه انداختن به عنوان انقلاب، و غرب تو این نقش اصلی رو داشته. الان غرب تو ایران نه دوستدار مردم ایرانه، نه دشمنه به طور واقعی جمهوری اسلامیه. تلاش میکنه نگه داره، ولی راحل های غرب و برحال تو چارچوب که غرب میذاره سعی کنه جمهوری اسلامی رو ران کنه. مرسی خالد حاج محمدی. مرسی. امیدوارم هفته های دیگه شما هم با خودمون داشته باشیم در مورد همین مسائل فضایی که الان تو ایران در قبل انتخابات در جریان این تن شما. سعی میکنیم که هر هفته بخشی از برنامه‌مون رو به این فضای انتخاباتی و اوضاع سیاسی ایران با توجه به حساس بودن مسئله اختصاص بدیم. توجهتون رو به بخش بعدی برنامه که مصاحبه‌مون هست با اسد گلچینی در مورد اطلاعیه سندیکای شرکت واحد و همچنین حقوق تعیین حداقل دستمزدها جلب میکنم. با ما باشید.